Välkommen till Studio Sverige. خوش آمدید به استودیو سوئد. Vi talade förra gången om visioner och drömmar. دفعه قبل در مورد رؤیاها و آرزوها صحبت کردیم. Och vi ska även idag fortsätta att tala om visioner. و امروز هم می‌خوایم ادامه بدیم در مورد رؤیاها سخن بگوییم. Men rubriken är att utveckla en ledares inre resurser. ولیکن سرتیتر این هست که منابع درونی خودتون رو یا منابع درونی اون کسی که رهبر هست. Alla visioner och drömmar som Gud har för dig börjar i djupet av ditt hjärta. همه اون رؤیاهایی که خدا داره برای شما از درون قلبتون نشأت میگیره. Låt oss läsa Ordspråksboken 4:20-23. بگذاریم ببینیم به امثال سلیمان فصل 4 و آیه‌های 20 و 23. ای پسر من، به سخنان من توجه نما و گوش خود را به کلمات من فراگیر. آنها از نظر تو دور نشود، آنها را در اندرون دل خود نگاه دار، زیرا هر که آنها را بیابد برای او حیات است و برای تمامی جسد او شفا می باشد. دل خود را به حفظ تمام نگاه دار، زیرا که مخرجهای حیات از آن است. Vi kan aldrig bli mer än det vi drömmer om att bli. ما بیشتر از اون چه که می توانیم آرزو بکنیم نخواهیم شد. När vi lever i Guds ord och mediterar över ordet och har gemenskap med den helige ande, då förvandlas våra hjärtan och våra drömmar börjar överensstämma med Guds dröm och hans vision för dig. وقتی که در کلام خدا زندگی می کنیم و در اونها تعمق می کنیم، اندیشه می کنیم، اون وقت هست که رؤیاهای الهی در درون ما شکل میگیره و از اونجا شروع میشه به متحقق شدن. و det är så när Gud har lagt ner en vision i en man eller kvinnas hjärta så finns det inget som kan slå ner modet på den. و اگر که خدا هست که اون رؤیا رو در دل انسانی قرار داده است، یک مردی یا زنی، اون هیچ چیزی نمیتواند اون را از اون بردارد. Första Mosebok 13:14-15. Vi میخونیم از پیدایش. Och det här är lite repris från förra gången, men det är såna viktiga saker så vi säger dem igen. یکم البته تکرار دفعه پیش است، ولی کن خوب است که اینها را بشنویم. کتاب پیدایش فصل 13 آیه های 14 و 15. و بعد از جدا شدن لوط از ابراهام، از ابراهیم، خداوند به ابراهام گفت: اکنون تو چشمان خود را برافراز و از مکانی که در آن هستی به سوی شمال و جنوب و مشرق و مغرب بنگر، زیرا تمام این زمینی را که می‌بینی به تو و ذریت تو تا به ابد خواهم بخشید. Även om Abraham trodde Gud att det han lovat var möjligt att bli verklighet. حتی اگر که ابراهیم ایمان آورده بود به اون چه که خدا ازش خواسته بود، Så var han tvungen att först se det för att sen sätta fötterna på det. او میبایست که اول بایستی که میدید از با چشم درونش و بعدن میبایستی که پاشو میگذاشت و وارد میشد. Det är så att ett folk som inte har visioner, de blir tyglösa och går vilse. قومی که رؤیا نداشته باشند، اون قوم افسار گسیخته و بی‌عنان میشن که به راه‌های گم شده و گمراه سردن. Man kan se det över länder, över folkgrupper. Man kan också se det i kristna församlingar. این رو میتوان در ملت‌ها دید، در اقوام مختلف دید و حتی در کلیساها. En församling eller en husförsamling som inte har en vision blir liksom tyglöst och det kan inte lever bara för att upprätthålla existensen men har ingen plan och något mål. اون کلیسا و یا کلیسای خانگی که رؤیایی نداشته باشه از طرف خدا، اونها افسار گسیخته میشن و بی‌عنان و فقط به دنبال این هستن که وجود خودشونو حفظ و نگهداری بکنن. Likadant med mitt privata liv. Finns det ingen uppenbarelse vem jag är i Kristus och Guds syften och planer med mitt liv? و اگر که همینطور در زندگی خود من هست شخصا، اگر که ندانم که و این مکاشفه را نداشته باشم که من چه کسی هستم در عیسی مسیح، اون وقت هست که
برنامه ها و اهداف الهی رو برای زندگی خودم نمیدانم. Då blir man lätt ryggradslös och man blir som en död fisk. و مثل یک ماهی مرده بدون ستون فقرات میشویم. Vi ska titta på en man som heter Gideon och han är ett bra exempel på det här vi talar om. الان میخواهیم که به مردی نگاه بکنیم که این نمونه بسیار خوبی هست در این موردی که در موردش صحبت میکنیم و اون از کتاب داوران هست. میخواهیم Så jag ber Mikael läsa från Domarboken 6:2-6. از کتاب داوران 6 و آیه های 2 تا 6 میخواهیم بخونیم در مورد شخصی به نام جدعون. و دست مدیان بر اسرائیل استیلا یافت و به سبب مدیان بنی اسرائیل شکاف ها و مغاره ها و ملاز ها را در کوه که در کوه ها می باشند برای خود ساختند. و چون اسرائیل زراعت می کردند، مدیان و امالیق و بنی مشرق آمده بر ایشان هجوم می آوردند و بر ایشان اردو زده محصول زمین را تا به غزه خراب کردند و در اسرائیل آذوقه و گوسفند و گاو و الاغ باقی نگذاشتند، زیرا که ایشان با مواشی و خیمه های خود برآمده مثل ملخ بیشمار بودند و ایشان و شتران ایشان را حسابی نبود و به جهت خراب ساختن زمین داخل شدند. و چون اسرائیل به سبب مدیان بسیار ذلیل شدند، بنی اسرائیل نزد خدا فریاد برآوردند یا استغاثه کردند. امیکی سوار سیتاشون فر فولکت som var de övermäktigt och under press i 7 långa år. یک شرایط بسیار سخت و مشکلی برای مردمی که زیر فشار بودند در 7 سال زیر این جور و جفا بودند. Så kom man till den punkten att man började ropa på Gud och be och vad hände då? و بالاخره به نقطه‌ای رسیدند که نزد خدا فریاد و استغاثه کردند. و اون وقت چه می‌شود؟ Läsa vidare i Domarboken 6:11-16. Och se hur Gud svarar på deras bön. بگذارید ادامه بدهیم و بخونیم از همون کتاب داوران فصل ششم و آیه های 11 تا 16 اونجا که خدا صدای اونها را میشنود و اجابت میکند. و فرشته خداوند آمده زیر درخت بلوطی که در عفره است که مال یوآش ابی عزری بود نشست و پدرش جدعون البته و پسرش جدعون گندم را در چرخشت میکوبید تا آن را از مدیان پنهان کند. پس فرشته خداوند بر او ظاهر شده وی را گفت ای مرد زورآور، یهوه با توست یا خداوند با توست. جدعون وی را گفت آه ای خداوند، اگر یهوه با ماست پس چرا این همه بر ما واقع شده است و کجاست جمیع اعمال عجیب او که پدران ما برای ما ذکر کرده و گفتند که آیا خداوند ما را از مصر بیرون نیاورد؟ لیکن الان خداوند ما را ترک کرده و به دست مدیان تسلیم نموده است. آنگاه خداوند بر وی نظر کرده گفت به این قوت خود برو و اسرائیل را از دست مدیان رهایی ده. آیا من تو را نفرستادم؟ او در جواب وی گفت آه ای خداوند، چگونه اسرائیل را رهایی دهم؟ اینک خاندان من در منسا ذلیل تر از همه است و من در خانه پدرم کوچکترین هستم. خداوند وی را گفت یقینا من با تو خواهم بود و مدیان را مثل یک نفر شکست خواهی داد. Det var väl märklig situation. En fiende armé som är så stor så att den inte går att räkna och som har pressat folket i 7 långa år. این شرایط بسیار سختی بود برای اونها و لشکر دشمن اونها را زیر فشار داشت در 7 سال. Så kommer en ängel till den svagaste mannen i landet och säger jag vill vara med dig så att du kan slå Midian som om det vore en enda man. و فرشته خداوند می آید به اون شخصی که کوچکتر از همه بود در اونجا و در بین همه قوم یا شاید ذلیلتر و کوچکتر خوارتر بود، آمد نزد او و گفت که تمام این لشکر مدیان را مثل یک نفر خواهی کوبید. Visste inte ängeln vem Gideon var? آیا فرشته نمیدانست که جدعون چه کسی است؟ Hade Herren inte kunskap om den självbild som Gideon hade om sig själv? آیا خداوند در مورد این تصویر از خودی که این جدعون داشت آیا نمیدانست؟ När Guds ängel sa här, du tappre stridsman, så var det inte därför att han var det just då. فرشته خداوند نگفت ای جنگجوی دلاور فقط به خاطر اینکه اون
در اون موقع بود این utan شخص. Utan vad Gideon skulle bli. بلکه اون شخص که خواهد بود. Varför gör Gud så här med oss? Varför talar han om vilka vi är innan vi är det? چرا خداوند اینطور با ما سخن میگوید؟ قبل از آن که خواهیم شد او با ما سخن میگوید انگار که ما الان هستیم. Varför säger Gud till Gideon du tappre stridsman när han bevisligen var otroligt rädd? چرا خداوند به جدعون ظاهر میشود و در حالی که بسیار ترسان هست، ناباورانه ترسان هست، میگوید که ای رزمنده دلاور، ای جنگجوی دلاور. Svaret är att Gud lägger ner en ny bild av oss själva i våra hjärtan. جواب این هست که خداوند میخواهد تصویر دیگری از خود ما در دل ما قرار دهد. En bild, en vision av vilka vi är när vi 100% ser och tror Herren är med dig, du tappre stridsman. تصویری که خداوند به ما میدهد از این هست که اون کسی که فی الواقع ما هستیم در چشمان او، در نظر او، و اون هست ای جنگجوی دلاور. När man i djupet av sitt hjärta övertygad om Herren är med mig. وقتی که از صمیم دل ما یقین داریم که خداوند با من است. När man ser att han som har skapat himmel och jord, att han konkret är med mig. وقتی که می‌بینیم خدایی که خالق آسمان‌ها و زمین است، او با من است. مشخصاً با من. Att frukta. و از چه چیزی هست که می‌باید از اون بترسم؟ Våra hjärtan har svårt att 100% ta emot det här. دل‌های ما براش سخت هست که این رو بپذیرد، دریافت کند. Vi är så vana att se på oss själva och nedvärdera oss. ما خیلی عادت داریم که به خودمون پایین نگاه بکنیم و یا خودمون رو حقیر بشماریم. Du kanske säger att jag har alltid varit svag och blyg och haft dåligt självförtroende. شاید شما بخواید بگید که من همیشه ضعیف بودم یا کوچک بودم و خلاصه یک تصویری از خودتون ندارید که مینا فرندر مینا مورفرلدر فارفرلدر و پسیز لیکادانا و اعتماد به نفستون بسیار کم هست و پدرانتون شاید پدر پدرانتون همینطور بودند و همیشه همینطور بوده است و من بیشتر از این نخواهم شد. Då behöver du bli hjärntvättad. اونجا هست که شما احتیاج دارید که مغزتون شستشو شود. Vad säger du? شما تعجب میکنید، میگویید که چه میخواهید بگویید؟ Jo, du behöver tvätta ditt sinne och få bort felaktiga tankar om vem du är. شما احتیاج دارید که ذهن خودتون رو پاک بکنید از افکار ناصحیح. Läs i Romarbrevet 12 och 2. رومیان 12 رو میخوانیم از آیه دوم. همشکل این جهان نشوید، بلکه به وسیله تجدید افکار وجود شما تغییر شکل یابد. Här säger Romarbrevet att vi ska alltså inte leva och tänka som tiden och världen tänker, utan vi ska förvandla vårt sätt att tänka med sinnes förnyelse. رومیان میگوید که در اینجا کلام میگوید که ما نمیبایستی که اون چرا که عصر برای ما دارد و یا اون چرا که جهان به ما میگوید ما هستیم اون رو ما در ذهنمون داشته باشیم، بلکه به وسیله تجدید افکار میبایستی که از این افکار آزادی یابیم. Alltså att mina tankar börjar överensstämma med Guds tankar om hur han ser på mig. تا افکار ما مطابق افکار الهی شود بر طبق کلام خداوند که خدا چگونه به ما مینگرد. Inte vad dina föräldrar säger om dig. نه اونچه که پدر و مادر شما به شما میگویند. Inte vad dina lärare säger om dig. نه اونچه که معلمین شما به شما میگویند. Utan vad Gud säger om dig. بلکه آنچه که خدا در مورد شما میگوید. کلام خدا در مورد شما چه میگوید؟ و وی کان اینته فوانلا ور استاد او ور لند. و ما نمیتوانیم شهر خودمون رو و یا کشور خودمون رو متحول کنیم. فرن وی ها فوانلات ورا ایگنا سینن و ورا ایگنا هیرتان و ویلکا وی ار ای کریستوس. تا وقتی که ذهن خودمون رو و دل خودمون رو متحول کرده باشیم که ما هویت ما در عیسی مسیح چیست؟ Men när vi ser att Gud är med oss. وقتی که می‌بینیم خدا با ماست. Vi har en man som du säkert har talat om som heter Mose i Gamla testamentet. شاید شما مردی رو
بشناسید در عهد عتیق در گود کام تیل موسی موسا هست و خدا آمد نزد موسا و گود سا تی موسی بفریا میت فولک ایفرون فاراو و خدا به موسا گفت که قوم من را از دست فرعون نجات ده Men Moses sa, vem är jag att göra det? Varikan Musa gav ke man che kasi hastam ke in kar anjam dam. Vem är jag? Bale, man che kasi hastam. Men vet vad Guds svar var? Bale, midonid javab khoda che bud? Jag är med dig. Man ba to hastam. Alltså det allt du behöver veta det är att Gud är med dig. Hame ye onche ke shoma ehtiyaj darid, niyaz darid, bedanid in ast ke خدا با شماست. آمین. 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 Därför kunde Mose vara med om hur Gud delade Röda havet så man kunde gå rakt igenom det. برای همین بود که موسی آمد و دید که چگونه خدا دریای سرخ رو برای او باز کرد و برای او و همراهانش. Gideon var så missmodig och deprimerad. Gideon بسیار ناامید و افسرده بود. Men så småningom började han lyssna på vad Gud sa om vem han var. ولی به زودی وقتی که گوش خود رو فرا داد به اون چه که خدا میگفت اون چه کسی هست. و efter par månader var han en stor ledare och befriare. بعد از چند ماه میبینیم که اون یک رهبر بزرگ شد و یک رهاننده بسیار بزرگ قوم. Du kan själv läsa domarboken 6 och 7 för det är mycket som står där. شاید شما داوران رو کتاب داوران و فصل ششم رو و هفتم رو ببینید. När Gideon äntligen började att lyssna och ta emot vad Gud sa om att han var en tapper stridsman. Vi läser från det 16 till 22 versen i kapitel 7. لیکن الان می‌خوایم از کتاب داوران فصل هفتم آیه های 16 تا 22 بخونیم که چطور اون جدعون نظرگاهش کاملا عوض شد. رومیان ببخشید داوران 7 آیه های 16 تا 22 و آن 300 نفر را به سه فرقه منقسم ساخت و به دست هر یکی از ایشان کرناها و سبوهای خالی داد و مشعلها را در سبوها گذاشت و به ایشان گفت بر من نگاه کرده چنان بکنید، پس چون به کنار اردو برسم هر چه من می کنم شما هم چنان کنید و شما نیز از همه اطراف اردو کرناها را بنوازید و بگویید شمشیر خداوند و جدعون. پس جدعون و 100 نفر که با وی بودند در ابتدای پاس دوم شب به کنار اردو رسیدند و در همان حین کشیکچی تازه گذارده بودند. پس کرنا را نواختند و سبوها را که در دست ایشان بود شکستند و هر سه فرقه کرناها را نواختند و سبوها را شکستند و مشعلها را به دست چپ و کرناها را به دست راست خود گرفته نواختند و صدا زدند شمشیر خداوند و جدعون. و هر کس به جای خود به اطراف اردو ایستادند و تمامی لشکر فرار کردند و ایشان نعره زده آنها را منهزم ساختند. و چون آن 300 نفر کرناها را نواختند خداوند شمشیر هر کس را بر رفیقش و بر تمامی لشکر گردانید و لشکر ایشان تا بیت شته به سوی سریرت و تا سرحد ابل که نزد تبابت است فرار کردند. واو، ویکن فرندرین. چه تغییری؟ و هد هنت می گیدیون. چه اتفاقی به جدعون افتاد؟ اسه سی پو می. او میگوید که به من نگاه کنید. من بارا 300 من. و فقط با 300 نفر. Hade fienden förändrats? آیا دشمن عوض شده بود؟ Hade folket förändrats? آیا مردم تغییر کرده بودند؟ Nej. نه. Vad var det som hade hänt? چه اتفاقی افتاده بود؟ Jo, Gideon började tro på det Gud sa om honom. جدعون شروع کرد به ایمان داشتن و یقین داشتن به آنچه که خدا در مورد او گفته بود. Hans sinne hade förändrats. ذهن او عوض شده بود، تغییر پیافته. Och på grund av det fick han en ny vision ifrån Gud. و به خاطر این مسئله یک رؤیای جدیدی از خدا در دلش گذاشت. Och han började se sig som en befriare. و شروع کرد خودش رو به عنوان رهاننده. Han började se sig som en tapper stridsman. خودش رو به عنوان یک جنگنده دلاور دید. Och han började se att Gud är med mig. و او به این رسید که خدا با من است. Och det är vad Gud vill med både ditt och mitt liv.
و همینطور خدا به زندگی من و شما می خواهد. En vision som överensstämmer med Guds tankar och planer om dig och mig. رؤیایی که موافق افکار الهی باشد در مورد من و شما. Vi ska försöka ta fem steg som hjälpte Gideon och som kan hjälpa dig att bli en hjälte för Gud. می خواهیم الان چند قدم رو می خواهیم بنگریم بهش نگاه بکنیم نزدیکتر نکاتی که جدعون رو کمک کرد و می تواند شما رو نیز کمک کند. نمبر 1 گود الی گیدیون لیسنده پو گودز اود. شماره 1 این بود که جدعون به کلام خدا گوش فرا داد. اندرا 2 گیدیون تروده پو گودز اود. و شماره 2 این که جدعون ایمان آورد به کلام خدا. هاویستات گود اینت ان گود سون کان یوگا. او می دانست که خدا خدایی نیست که دروغگو باشد. اون هرن هاد ساگت یا می ادی Jag ska hjälpa dig så du kan slå Midian som det vore en enda man. وقتی که خداوند بهش گفت که تو مدیان رو شکست خواهی داد و اونها رو مثل یک نفر خواهی زد. Nummer 3. Gideon fokuserar sin blick på det nya. نکته شماره 3 جدعون نظرش رو دیدش رو به اون جهتی دوخت که میبایست بدید. Han börjar sluta och se på sig själv och sina svagheter och börjar se istället på Gud och hans möjligheter igenom honom. دیگر به خودش و کاستی ها کمبوده هایی که خودش داشت نگاه نمی کرد بلکه به اون امکاناتی که خدا در جلوش قرار داده بود به اونها نگاه می کرد. Och det femte och nog så viktigt. Gideon handlade utifrån Guds tilltal. و شماره 5 جدعون از سخنی که خدا بهش گفته بود شروع کرد به عمل کردن. För Jakob 1:22 säger att vi ska vara ordets görare och icke allenas dess hörare, för eljest bedrar ni er själva. Zira Jakob, آیه 1, نامه یعقوب آیه 1 و vilket vers var det? 1:22 Jakob. و آیه 22 میگوید که پس کننده کلام باشیم و نه شنونده آن. شما باید بر طبق کلام او عمل کنید و فقط با شنیدن خود را فریب ندهید. سو ترو utan gärningar är död. پس ایمان بدون عمل مرده است. Du bedrar dig själv om du säger att du tror men inte handlar därefter. شما خودتون را فریب میدهید اگر که بر طبق ایمانتون عمل نکنید. سو båda de här sidorna är lika viktiga. پس هر دو جنبه بسیار مهم هستند. Och det sista bibelordet vi ska läsa det är Romarbrevet 8 och 31-32. و آخرین کلامی که می‌خوایم بخونیم رومیان 8 هست و آیه‌های 31 و 32 می‌خونیم رومیان فصل 8 آیه‌های 31 و 32. پس در برابر این چیزها چه بگوییم؟ اگر خدا پشتیبان ماست کیست که بر ضد ما باشد؟ آیا خدایی که پسر خود را دریغ نداشت بلکه او را در راه همه ما تسلیم کرد با بخشیدن او همه چیز را به سخاوتمندی به ما نمی بخشند؟ آمین. آمین. Han är med dig. خدا با شماست. Hur skulle han annat än kunna vara det? و الا چه میخواست بکنه؟ Han älskar dig. او به تو عشق میورزد. Och när han är med dig, vem kan då vara emot dig? وقتی که او با تو باشد چه کسی است بر ضد تو؟ Ta dessa ord till dig personligen. پس این کلام را شخصا به خودتون بگید. Tacka Gud och säg tack Gud för att du är med mig. خدا را تشکر کنید بگید خداوند را شکر میکنم که تو با من هستی. Jag har det och det problemet. من این مشکل و اون مشکل رو دارم. ولی کن میدونم که تو با من هستی و مرا کمک کردی. این کلام رو به خودتون بگید. Han älskar dig. او شما را دوست دارد. Han har bara goda planer för dig och ditt liv. و او فقط برنامه های نیکو دارد برای زندگیتون و برای آیندهتون. Precis som Gideon och börja gå på det. شروع کنید درست مثل جدعون این رو ببینید و اون رو بپذیرید و برش عمل کنید. Med Guds välsignelse är du kraftfull. با برکت خداوند شما قدرتمند هستید. Du är en mästare. شما یک استاد هستید. Du är stark och levande. شما قوی و زنده هستید. Du är värdefull. شما پرارزش هستید. Du har resurser. شما منابعی دارید. Du är mer än en övervinnare. شما بیشتر از غالب هستید. Du är med en kraftfull segrande armé. شما مثل یک ارتش نیرومند پیروز هستید. Därför du bestämmer sig att koppla med Gud. چون که شما تصمیم گرفتید که متصل به خدا شوید. Hans hand över mitt liv. دست او بر روی زندگی من است. Så Herren välsigna dig. از خداوند شما را برکت دهد.
Om det passar så kommer vi med nästa program samma tid varje vecka. اگر که مناسب باشد برای شما هفته آینده همین ساعت همدیگر رو خواهیم دید. Och vi ska be studion sätta på härlig lovsång till avslutning innan vi lämnar det här programmet. از استودیو می‌خوایم که یک سرود بسیار عالی برای شما پخش کنیم. Önskar Guds rika välsignelse. و برکت غنی خداوند رو برای شما میطلبم. و glöm inte Gud har bara goda planer för dig. و فراموش نکنید که خدا فقط برنامه های نیکو برای شما دارد. So Gud välsigna dig. از خدا برکت دهد شما رو. So önskar dig en god dag. پس آرزو میکنم برای شما خدا بگیرم. We love you Jesus. Come on, let's open our hearts and sing this love song to the Lord. I adore you, Lord. You saw me in my need. You paid the price for me. Took my sin and shame.